وطندار گلم وطندار گلم همچنان گفتن سلام بر شما لطفا دو جانبه صحبت کنید هستن مردهایی که تحت زجر و تهدید خانم ها هستن مخصوصا در اروپا و امریکا وطندار گلم بله مخصوصا گفتن در اروپا و امریکا که حتی تصمیم های خرد ریزای خود را گرفتن هم میتونن زنان با استفاده از سوی سوی قانون اروپا و آمریکا و مردان را تهدید میکنن و حتی اطفال خود را بر ضد پدرش تشویق میگن که متاسفن. جای تاسف از لندن متاسفن. زحمت می استاد دیگه بالاخره قصد خدا <laughs> <سؤال> خیلی خوب است وطندار گل ما که دارم خیلی خوب است مه. که ابراز نظر میکنین میفهمید برنامه شماست وقتی که شما نظر میدین مسلما بر ما نیروی بیشتر میبخشید در یک قسمت از صحبت اگر شما متوجه شده باشین گفتیم که تنها و تنها این رابطه رابطه نیست که یک طرف حاکم باشه یک طرف محکوم باشه گیریم اگر همی آقا با تمام امو کل آل در جامعه ما متاسفانه به لحاظ سنتی همی ترویج بوده که همیشه خانم بیچاره بدبخت فلاکت زده زیر دست بوده یک طرف قضیه است اما همی کسی که ظلم است، داد و استبداد و جبرگرایی میکنن خودش متاسفانه بدترین مظلوم است که در شرایط خود گیر کرده یعنی اگر قرار باشه که تعادل و انصاف را مد نظر داشته باشیم بزرگترین بدبختی که یک فرد از ورا و از مجرای تحمیل ظلم بالای دیگران خودش بر خودش میته شاید این بزرگترین بلای است که این فرد خودش بالای خود آورده تا ای که بخواه یک از دیگر زجر بده و درد برسانه برش حالا این رابطه اگر هر دو جانب باشه همیشه همیشه ما زن برات نداریم یعنی امو دیدگاه فیمینیستی که ما قبلا اشاره کردیم فیمینیست نیستم یک یک بحث است که در اون اشاره کردم که نه. من برات نمیتونم, نمیتونم بتم بعضی مواقع شاید دلایل باشه مشکلات باشه از طرف خانم که اینام خودش دلایل و شرایط را ایجاد بکنه که به هر حال یک آقا رنج ببره مثال هایش داشتیم خودکشی یک آقا به دلیل شرایط بده که خانم باز بسر شاورده این ای, ای مسائل دو جانبه هست ما دوست دارم با توجه به این گپی که بیننده ما گفتن همون تعریف بسیار متداول و رایج و که شاید ده ها بار در برنامه ها و برنامه های تلویزیونی به شکل مداوم و پی هم گفتیم باز همون تعریف هم میگم ازدواج همون سه تا تیست عبارت است از توانایی تحمل تفاوت های همدیگر حال اگر آقا حاکم بود خانم محکوم بود یا برعکسش خانم حاکم بود آقا محکوم بود همین تفاوت ها اگر تانستیم تحمل بکنیم و بالاخره اغماس بکنیم این رابطه را میتونیم بر هم در هم نسازیم و این رابطه را میتونیم به شکل مساوی و موازیش به پیش ببریم هر زمانی که یکی از طرف ها شما فکر, 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 بکنین و فرض بکنین که یک تیاری که در هوا میره اگر قرار باشه یک بالش مصدوم شود خوی با گرد خود میشه قبل بالاخره در یک جای مفته سقوط میکنه, سخوت میکنه. زندگی مشترک هم حاضر قیاز است اگر آقا ظالم است خانم مظلوم یا اگر خانم ظالم است و آقا مظلوم البته این ای تعریفات و توجیهاتی که ما شما این واژه رو به کار میبریم بحث ظالم مظلوم مجزا از بینش روانشناسی بله لحاظ اجتماعیش میگم که در روانشناسی یک جا... جایگاه خاص خدا به خاطر توضیح و تشریح خود داره که در یکی از برنامه ها انشاءالله مشرح روش صحبت خواهیم کرد که بحث ظالم واقع شدن و مظلوم واقع شدن در جامعه چی گونه یک بحثی است او اونا یک جایی به بقا... خاطر بحث خود داره حالا من. نامدیم که تنها و تنها خانم مظلوم معرفی بکنیم نامدیم که فقط و فقط از جایگاه های خانم ها دفاع بکنیم در یک خانواده وقتی که از محلال ایجاد میشه هر کدام از طرف این که مشکل ایجاد بکنه اساس و بنیاد و تهداب و فنداسیون خانواده و زیربنای خانواده متزلزل میشه حالا ملامت هر کدامش که باشه حالا اگر مثلا جامعه اروپایی که شما مثال دادین که در اونجا خانم ها ظلم میکنن با توجه به شرایط که اونجا هست ببینین همون سه تا مرحله تا که در یک از برنامه ها از ما سوال کردن که تفاهم است دوری هست و مرحله بعدی شاید تفرق و جدایی راه باشه هر زمانی که من و شما تفاهم داشتیم در بحث فرزند و اجازه ندادن به فرزند و اینا از جمله معلول هاست عامل اصلیش است که یک زن و شوهر با هم تفاهم کرده نتانستن معلول شد که بالاخره شوهر اجازه نداد خانمش که با فرزندش ملاقات بکنه در جامعه اروپایی متاسفانه خانواده افغان ما را هم داریم که این ای مشکلات هست و در اونجا این مشکلات دامنگیرشان است به هر حال اگر امکانات ارتباط را داشتین و این مشکلات هست باز میشه که به خاطر از که ما بتانیم قناعت شما را فراهم بکنیم با هم صحبت بکنیم از طریق شماره های تلفنی و بالاخره یکی از طرفین قناعتش حاصل شود و خوب این بحث روشن شود که تنها خانم عدول ورزی نمی کنه و تنها آقا هر کدامش که عدول ورزی میکنه کنه به معنای ایزی است که متاسفانه نظام خانم خانواده را متاثر و متضرر می سازند با امید از اینکه برادر ما هم جواب سوال خدا گرفته باشن.